الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت گرامی، شما را به برنامه آموزشی کویک بوک خوش آمدید عرض می نمایم. در این بخشی از برنامه ما تمرکز خود را بر بالای ساختن اینویس می سازیم و اینکه چگونه در کویک بوک اینویس بسازیم و یا هم در قدم نخست بدانیم که اینویس چی هست و چه کاربردی در کویک بوک داره و مفادش بر ما چی هست، ما برای شما به طور مختصر این را بیان میکنیم. اینویس را ما زمانی میسازیم که امو کالا و خدمات مورد نیاز مشتری را ما فراهم کرده ایم که میخواییم پولش را از مشتری دریافت کنیم و چی میسازیم؟ یک اینویس میسازیم. اگر به طور خوبتر براتون بگم، زمانی که شما امی کالای مورد نیاز مشتری را چی کردین؟ فراهم کردین و میخواییم ازشان پول را دریافت کنین، یک لیست میسازیم که در اون لیست مقدار، قیمت، کیفیت امو اجناس نوشته می باشد که شما در تحت یک تاریخ مشخص بالاخره برای مشتری ارسال نموده بودین و مشتری بر رویت از او باید برای شما پول را یا نقدن یا از طریق بانک چی کنه بفرسته. ولی حالا ما میریم سر برنامه کویک بوک و میبینیم که چگونه ما میتونیم یک اینوایس بسازیم. شما در اینجا به دو طریق میتونید اینوایس را بسازید، یکی از طریق پلاس آمده و سر کرییت کاستومر اینوایس. میبینید از جا اینوایس را اگر شما دکمه را فشار بدهید ما را به صفحه ساختن اینوایس چی میکنه میبره. در اینجا اینوایس است و اگر برگردیم این شکل میتونیم به سلز، چون ما فروشنده هستیم، فروختیم جنس را، میتونیم اینجا اینوایس را چی کنیم انتخاب کنیم. این شکل ایجا اگر ما سیل را فشار بدیم در اینجا این مینوها ظاهر میشه که ما چی داریم؟ اینوایس داریم. اینوایس داریم و اگر بخواییم از این طریق اینوایس بسازیم میگیم نیو اینوایس. نیو اینوایس را دکمه را فشار میدیم، این شکل همون صفحه برای ما ظاهر میشه. خب اینکه چگونه اینوایس بسازیم شروع میکنیم. در قدم نخست کاستومر است، ما اسم کاستومر را اینجا مینویسیم، بالاخره میگیم محمد است و آدرس ایمیلش بالاخره محمد.123@gmail.com است. کاستومر ایمیل است و اگر میخواین کپی رایت کنین بالاخره این شکل ایمیل شخص دوم را چی کنین اینجا اد کنین و بالاخره دن بگوین اجرا میشه. و آدرس محمد که بالاخره ما کالا را برشان یا امو اجناس مورد نیاز شده برشان فرستادیم اینجا مینویسیم. و دیگه ترمز است که 15، 30 و 60 به کدام شکل است ما را انتخاب میکنیم. تاریخ را بالاخره اینجا میگنجانیم از طریق invoice date و due date است، از کدام تاریخ به کدام تاریخ است ما اینجا مینویسیم. بالاخره میاییم به سر این که در کجا موقع داشت گفتیم، ما شهرش را انتخاب میکنیم یا state را انتخاب میکنیم، از اسام است یا دلی است، هر جایی که است بالاخره ما او را انتخاب میکنیم. و دیگری در اینجا مینوی دیگری که برای ما رونما میشه عبارت از تکس است که مستند و تکس را در اینجا داریم، یکی اینکلوسیف تکس است، اکسکلوسیف تکس است، بالاخره اوت آف اسکوپ آف تکس داریم، سه نوع تکس را داریم. یکی چی تفاوت های با این نوع تکس ها با دیگر داره؟ اکسکلوسیف تکس به این معنی که زمانی که ما یک کالا را به فروش میرسانیم قیمتی از او را علاوه پول دریافت میکنیم و مبلغ مالیه یا تکسی که مربوط به این جنس میشه او را جدا از مشتری دریافت میکنیم. اینکلوسیو تکس عبارت از امو مالیه یا تکسی است که ما با مقدار یا قیمت امو جنس یک جا دریافت میکنیم. فرض مثال قیمت یک جنس ما حال 10 افغانی، بالاخره این 10 افغانی جمع 2 افغانی تکسش میشده که مارکت سرجم شد 10 افغانی شد، یعنی 8 افغانی قیمت اصلی جنس است، 2 افغانی هم تکسش میشه 10 افغانی. اینا میگن اینکلوسیو تکس که ما برای مشتری میگیم چند است؟ 10 افغانی قیمت ایجنسی ما میگوشه. Out of scope of tax، Out of scope of tax به این معنی که امین جنسی ما خارج از تکس بوده، یعنی دارای تکس نمیباشه و او را انتخاب میگیم. فعلا ما exclusive tax را انتخاب کرده میمانیم و در اینجا میاییم که چگونه ما اجناسی که ما برای مشتری به فروش رسانده ایم او را چی کنیم؟ اینجا جاگزین کنیم. در اینجا ما چی میسازیم گفتیم؟ Product را یا Service را که ما برای مشتری ارسال میکنیم بنویسیم. مثلا بوک است، ما کتاب فروختیم برای مشتری، درست؟ با کدام مقدار فروختیم؟ بالاخره میگیم 100 واحد ما به فروش رسانیم، قیمتش چقدر است؟ میگیم هر کتاب قیمتش هست 20 افغانی و توتال مجموعی چقدر میباشه؟ این شکل 2000. و چقدر تکس ما باید برای دولت پرداخت کنیم و چه نوع تکس را پرداخت کنیم؟ اینجا برای ما واضح و آشکار بیان میکنه که ما جی اس تی
داریم 12% جی اس تی انتخاب میکنیم. جی اس تی به چی معنی؟ جی اس تی به معنای گوس اند سرویس تکس است که قبلا در برنامه‌های آموزشی بیان شده بود و زمانی که ما تکس میخوایم پرداخت کنیم دولت از ما چند نوع تکس را دریافت میکنه؟ دو نوع تکس را دریافت میکنه، یکی سی جی اس تی و دیگر اس جی اس تی را دریافت میکنه. سی جی اس تی به چی معنی؟ اس جی اس تی به چی معنی؟ سی جی اس تی به معنای سنتر کپیتال گوس اند سرویس تکس یا بگم Capital Goods and Service Tax است و دیگه SGST به معنی State Goods and Service Tax می باشه. و این شکل کالای دیگری که ما بالاخره به مشتری ارسال نموده بودیم و را همینجا جاگزین میکنیم، میگیم قیمت کوانتیتی مقدارش چقدر است؟ 10 واحد است، قیمتش 2000 روپا یا 2000 افغانی است، مبلغ مجموعیش 20000 است. چقدر تکس ما بر دولت پرداخت میکنیم؟ 18% GST پرداخت میکنیم که اتوماتیک وجه میه. این شکل دیگه ما برای مشتری چی ارسال نموده بودیم؟ میگیم که قلم ارسال نموده بودیم، مقدارش 100 واحد قلم، قیمتش چقدر است؟ به کدام قیمت؟ به 10 افغانی. بالاخره قیمت مجموعش میه. چقدر تکس پرداخت میکنیم؟ ما میگیم 0% تکس پرداخت میکنیم. درست شد؟ ما این 3 قلم جنس برای مشتری قبلا به فروش رسانیم، یکی پولش چقدر میشه او را میخواییم دریافت کنیم. با تمام دیتیلز جاگزین نموده بودیم. میبینیم که هر کدامی از اجناس ما سی جی اس تی، اس جی اس تی جدا جدا هست و مبلغ و قیمت های مختلف و مجموعش 26870 میباشه که بیلنس ما این شکل است. و ما اگر بخواییم این را ارسال کنیم میگیم سیف اند سیند، دیل شب ندیم میگیم 25-2019 هست. این شکل 19 سیفش میکنیم، برای ما سیف کرد در ترتیب یک تاریخ مشخص. و جدول دیگر یا لیست دیگر یا ورق دیگری که برای ما ظاهر میشه میگه سین ایمیل و عمو دیتیلزی که شما جاگزین نموده این، میگه آیا میخواین که برای مشتری خود ارسال کنید؟ میگیم بله. خود نام مشتری با کدام ایمیل آدرس؟ با ایمیل آدرس که محمد.123@gmail.com است و سابجکتش بالاخره اینوایس است و از طریق کمپانی تاتا هست، تاتا لیمیتد است. لیمیتد گفتیم به چی معنی؟ لیمیتد ما دو نوع لیمیتد داریم، یکی انلیمیتد یک لیمیتد داریم. انلیمیتد به این معنی که زمانی که در یک شرکت در یک تصدی بالاخره افراد گوناگونی بالاخره سرمایه گذاری کرده یا شیرشان را شریک ساخته، بالاخره زمانی که ما لایبیلیتی پرداخت کنیم، این لایبیلیتی زمانی که اگر قابلیت پرداخت نبود ما چی دریافت میکنه؟ از اسیتس ما دریافت میکنه. و لیمیتد ما به این معنی که این محدود است، پرسنل است یا اندیویچوال است. زمانی که در اینجا دو شخص شیر خود را چی میکنن؟ شریک میسازن. و زمانی که ما لایبیلیتی هم دونینی که بالاخره پرداخت کنیم با ما مقدار شیری که ما داریم با ما مقدار ما پرداخت میکنیم، دیگه از اسیتس ما کدام چیزی کم نمیشه. این بود لیمیتد. دیگه بعدی از تمام دیتیلزش در اینجا داده شده که با کی می ارسال میکنیم. دیر محمد است، یعنی میگه ما اینوایس را برات رای میکنیم، تانک یو فاین از کمپانی هست و بالاخره از تاتا لیمیتد است، از طرف کویک بوک. بالاخره تمام دیتیلز خود را ما چی میکنیم؟ اینوایس خود را برای مشتری ارسال میکنیم. میبینیم که چیز قیمت مجموعی است یا مبلغ مجموعی است و تکس کل چیز در اینجا جاگزین شده. و برای مشتری چی میگیم؟ سند. زمانی که سند گفتیم اینوایس ما تکمیل است، آماده هست و سلاست. امید است که این برنامه آموزشی ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه. هر سوالات، پیشنهادات، نظریات که شما دارین در کامنت بنویسین و تا ما بتانیم برای سوالات پیشنهادات شما پاسخگو بوده و ویدیوها و یا آموزش‌های هر چه بهتر خوبتر در دسترس شما قرار بدهیم. ناگفته نمانه چیزی که بسیار عمده و ضروری است به خاطر اینکه ما بتانیم خوبتر فعالیت کنیم در برنامه‌های آموزشی، چنل ما را حتماً سابسکرایب کنید تا ویدیوهای ما آنلی واحد به دست شما قرار بگیرد.